وای چه زن خوبی دارم من. اصلا انتظار نداشتم تا این وقت شب به خاطر من منتظر بمونی. به خاطر تو بیدار نموندم، میخوام تکلیفمو با تو روشن کنم. فرهاد من دیگه حوصله رفتارای تو رو ندارم، میفهمی؟ بریدم. میخوام ازت جدا شم. واقعا؟ به جان تو منم همچین تصمیمی داشتم. آخ بالاخره تو یه نقطه با هم مشترکیم. میخوای خودکشی کنی نه؟ خودکشی اینا؟ تازه نفس میکشم، تولد دوباره است. جدا؟ آره جدا. مگه الان به شوخی میخورم؟ از کی این تصمیم گرفتی؟ خیلی وقته، نفهمیدی؟ ببین تو زندگی با تو اینقدر سختی کشیدم که الان که میبینم با من موافقی خوشحالم. میتونی بفهمی؟ خوشحال. ولی شک نکن که سر یه سال پشیمونی. ببین لطف کن از این به بعد دیگه جای من فکر نکن. از این به بعد دیگه میخوام خودم باشم. خودت؟ این خودت چه جور چیزیه؟ میخوام بدونم. خودم دوست دارم پیرنمو توی شلوارم بکنم یا نکنم. خودم دوست دارم هر روز صورتمو با تیغ نزنم. خودم دوست دارم پیرن خالخالی و گلمنگولی و جنگلی مستون بپوشم. خودم دوست دارم پاهم بذارم روی موب توی خونم هر روز دمپایی نپوشم. خودم دوست دارم هر غذایی که عشقم میکشه بخورم، برم چلو کباب سلطانی بزنم توی رگ با کلی پیاز خام، دوتا آروغ مشتی هم بزنم، چایرم توی نلبکی هرت بکشم. خودم دوست دارم برم پای یخچال 3 ساعت وایسم فکر کنم، آخر سرم آبو توی شیشه برم بالا. خودم خیلی کارا دوست دارم بکنم که با وجود شما نمیتونم انجام بدم. آقا جون دلم لک زده برای فیلم فارسی و فیلم هندی، حالم از این موزیک کلاسیک جنابالی به هم میخوره، دلم میخواد جواد یساری و عباس قادری جون گوش بدم. پارسال بار دست جمعی رفته بودیم زیارت. مشکلی دارین شما؟ چه خود مزخرفی. ببین حالم دیگه داره از این گیر دادنات به هم میخوره، مخصوصا از نوع سپیچش که جناب علی توش تخصص دارین. یه غلطی کردم سر سفره عقد گفتم بله، یه قرار نیست تا آخر عمر عبد و عبیدت بشم که اون موقع ته صف عقد بودم الان رستم سر صف. پس یادت باشه که بله رو من گفتم نه جناب علی. البته بعد از اون همه دوندگی که تو کردی یادته؟ آلزایمرم که گرفتی. اگه این همه سال تحملت کردم و 15 سال با زندگی کردم به خاطر تو نبوده، فقط به خاطر دخترمون بوده. حالا خوشحال باش. میدونی چرا؟ چون از این به بعد به جای هفته یکی دو شب میتونی هر شب بری چراگاهو بچری. ای پدر تجربه بسازه توف. ببین خانم دیبا، با من زندگی کردن لیاقت میخواست که تو نداشتی. آره برو با اون رو زندگی کن که لیاقت تو دارم. من فکرم از اینجا چکر تو تهران که سهله، تو کهکشون راه شیری هم پیدا نمیشه. من نمیفهم شما ضعیف جماعت چه علاقه شدیدی به اینجور جاها دارید. آخه نگاه کن اینجا چیه. خب هنوز خیلی چیزای ساده ترم هست که تو نمیفهمی. به قول اون مرحوم خدا بیامرزه، خدا رفتگان شما هم بیامرزه، تو زندگی زخمایی هست که روح آدمو خراش میده. من فکر کنم اون مرحوم قبل از رفتنش تو رو دیده بود و اینو گفته بود. ای باره کلا از این حرفا بلدی؟ آقا دست شما دادم. میگم بعد نهار من رانندگی کنم. هنوز بچه‌ای، بذار به سن قانونی برسی خودم بهت یاد میدم. تو واقعا مشکلت با من چیه؟ موضوع تو قصر سنه؟ ببین من اساساً و کلن با نسل تو مشکل دارم، نسل چتروم و فیسبوک و هری پاتر و یه جفت مزخرفات دیگه. بابا آدم حسابی نه، برو به یکی بگو که 30 سال با تفاوت سنی داشته باشه نه 3 سال. بعد فکر کردی خبر ندارم هر روز آنلاینی ولی این ویزیبل میری بالا. دوستان خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. به به ببین چه عطر و بویی، چه رنگی. کیف میکنی؟ میدونی چرا اینجوریه؟ چرا؟ برای اینکه تو آشپزخونه آقا بهروز با عشق از زن جماعت خبری نیست. اسمش اینه که زنا دارن آشپزی میکنن، آشپزی بلد نیستن. که تا حالا برنج از نزدیک دیدی هیچ کدومتون؟ بهترین کارهای دنیا رو مردا انجام میدن، بهترین آشپزهای دنیا مردا هن. الان خوشحالی که تو ماره افتخاراتتون اینقدر بلند بالاست؟ مثلا شما زنا جز اینکه دماغتون رو عمل کنید و اینور و اونورتون پرترز بکارین چه کار دیگه ای بلدین انجام بدین؟ همین نسیم خواهر من، اگر میتونستی زرده نیمرو رو یه خورده خوشگلتر درست کنی الان چی رامین آقا هم بغلت نشسته بود. فرهاد جان تو که زرده تخم مرغ خوشگلم به مساجد نساخت. این رفیق ما اصلا زرده تخم مرغ دوست نداره، ولی از شانسش همه مرغا برایش تخم دو زرده میذارن. گیشی کلبو نازم کدی؟ شنیده بودم مردا عقلشون تو شکمشونه ولی باور نمیکردم.
حالا که بهم گفتی همه چی برام ثابت شد. در ضمن بهتر که رفیق عزیزتونم اینجا نیست. اینا ببین چی داره میگه، نیست دیگه، میدونی کجاست؟ توی هلند با یه حوری خوشگل ازدواج کرده، صبح تا شب داره فیلم میبینه و قلیون میکشه، حق به حقدار رسید، زنم چی کار میکنه؟ تازه من شنیدم این زن هلندیه خرج پدر مادر رامینم تو تهران میده، اونم یورو. سلام. واسه چی اومدی اینجا؟ اومدم با حرف بزنم. من هیچ حرفی با تو ندارم. خواهش میکنم فرهاد، یعنی من ارزش یه دقیقه هم ندارم؟ خیلی خوب، یه دقیقه تا از همین الان شروع شد، بفرمایید. پس برگرد تو چشم نگاه، اینطوری نمیتونم حرف بزنم. من دیگه نمیتونم تنها زندگی کنم. تو که داشتی از تنهایی در میومدی؟ آره، ولی فقط تو میتونی تنهاییامو پر کنی. حالا من باید چیکار کنم؟ باید خوشحال باشم؟ میدونم خیلی اذیت شدی، دوباره از نو شروع کنیم. تو خیلی راحت داری این حرفو میزنی، چون من بودم که این وسط جون کندم، یادته؟ البته شکایتی هم ندارم، این خودی که الان هستم و دوستش دارم. فرهاد با من ازدواج میکنی؟ نه. با من ازدواج میکنی؟ نه. برای بار سوم میپرسم، با من ازدواج میکنی؟ پس ازدواج میکنی؟ سکوت علامت رضایته. ببین من همین خودتو میخوام. مبارکه. مرسی. خب فکر کنم دیگه دایی فرهاد و مامانت عاقبت به خیر شدن. آره، حالا دیگه باید یه فکری به حال خودمون بکنیم. خیلی دوست داشتی منم هم عاقبت به خیر میشدیم، مگه نه؟ راستش سایه نمیخواد راستشو بگیم، میدونم چی میخوای بگیم، ولی تو برای من هنوز بچه ای. به نظر من حداقل 5 سال اختلاف سن لازمه، ولی تو دست از تلاش بر ندار. باشه حتما، وایسا تا تلاش کنم. تلاش کن. پس تو مون تا موهاتم بشه رنگ دندونات، یکم روزنامه بخون، دنیا دستت بیاد دختر. روزنامه خوندم را آدمای سطحیه، من کتاب میخونم. اوکی، پس حتما خبر داری که آمار نشون میده تعداد دخترای دنبال شوهر 3 برابر تعداد پسراست و این آمار هر روز داره میره بالاتر. جدی میگی؟ نگران نشو، من یه پسر عمو دارم دنبال یه دختر خوب واسه ازدواج میگرده، حتما تو رو بهش معرفی میکنم. بس کمانی، مرد پخته ایه، سنی هم نره، شاید حدود 60 مانی. من تو رو میکشم. خب غلط کردم. راستی اینو شنیدی؟ زیبای چشمک منو در به درم کن، بس سوژه خنده.